سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 18 فوریه 2012 و 29 بهمن 1390. امروز برنامه رو در واقع میخواستم ابتدایین رو یادآوری بکنم که برنامه های روز شنبه واقعا باید به اصطلاح عنوانی اگه بخواد بهش داده بشه، جهان به کدام سو میرود، یعنی ما اخبار جهان و اخبار ایران رو در چارچوب این جهان بررسی میکنیم و بعد ببینیم، یعنی از درون این واقعیات چی میتونیم بفهمیم و دنیا به چه سویی داره میره. بارها من عرض کردم که این جهانی که ما درش داریم زندگی میکنیم و واقعا لحظه به لحظه، ماه به ماه، سال به سال و دهه به دهه شاهد رفتن هرچه بیشترش به سوی یک بحران همه جانبه هستیم، اینو باید بررسی بکنیم. واقعا همطور که عرض کردم، من چون به هر حال چندین و چند دهه است که این رو دنبال کردم، اوضاع هیچگاه به شکل امروزی خطرناک نبوده. قبلا جنگ بوده، قبلا جنگ اول بوده، جنگ دوم بوده و غیره و غیره، و بعدش ما 50 سال زیر سایه به اصطلاح یک جنگ اتمی هم زندگی کردیم، ولی اون containment به قول معروف، یعنی به اصطلاح طوری بود که ترس همه جانبه از دو طرف اینها باز می داشت اینها رو از اینکه دست به یک به اصطلاح کار خطرناک بزنن. ولی در حال حاضر یک قدرت بلا منازع از نظر نظامی فعلا بر جهان حکومت میکنه و خطر واقعی در اینه که این قدرت بلا منازع از نظر نظامی، از نظر سیاسی و به ویژه از نظر اقتصادی داره برتریشو از دست میده و میخواد از طریق نظامی دوباره این برتری رو حفظش بکنه یا بازش برش گردونه، و در نتیجه یک اوضاع فوق العاده خطرناکی در سطح جهانی به وجود اومده که ما باید واقعا دنبالش بکنیم. و همینطور که عرض کردم، در حال حاضر ما جامعه بشری، که همیشه ما باید راجع به جامعه بشری فکر کنیم، نه اینکه فقط به ایران یا به حتی همسایه‌هامون، به تمام بشریت، باید به کل کره زمین، و همیشه باید این درک رو داشته باشیم که جامعه ما و کشور ما و همسایه های ما بخشی از این به اصطلاح دهکده کوچک و از این سیستم جهانی هن. عزیزان نگاه بکنن، اون کسایی که واقعا به هر حال هنوز انسانیتشون رو حفظ کردن و جهان رو آنچنان که هست، ما توسط 40 پایگاه نظامی کشور ما محاصره شده و تمام کشورها به همین ترتیب. من یه برنامه ای در تلویزیون اندیشه داشتم چهارشنبه گذشته و بعدش یه نفر از اونهایی که از بیننده هاش یه شماره تلفن گذاشت که بعداً با من صحبت بکنه، و من به خاطر احترام کسی که به هر حال شماره میذاره بهش روز بعد زنگ زدم، و بعد این در اومد گفت که بله، من یک سوسیال دموکرات هستم، طرفدار شما هستم و و و و و، ولی شما یک راه انحرافی میرید و اون اینه که مرتب از امپریالیسم امریکا صحبت میکنید. ما فقط 2 جور امپریالیسم داریم، یکی امپریالیسم روسه، یکی امپریالیسم سپاه پاسدارانه. شما مرتب از امپریالیسم امریکا صحبت میکنید و از این دوتا امپریالیسم صحبت نمیکنید، و در نتیجه دارید ضربه میزنید به ملت ایران. من با کمال سکوت به حرفای ایشون گوش میکردم. بعد فقط من یه سوال ازش کردم و اون اینه که
کدوم یک از این سه تا امپریالیزم، دو تا امپریالیزمی که اسم بردی، 1000 پایگاه نظامی در سطح جهان داره و 40 پایگاه نظامیش کشور ما رو محاصره کرده؟ جوابی نداشت. بلافاصله در اومد گفت که ها، شما یه نکته رو باید توجه داشته باشید که بر این جهان حکومت به اصطلاح قوانین جنگل حاکمه، که من دیگه به قول معروف این کسی که سوسیال خودش رو میگفت سوسیال دموکراته، من بهش گفتم که خب کوشش ما اینه که از یک جامعه جهانی که قانون جنگل برش حاکمه و این حرف شما درسته، به یک جامعه انسانی شاید بتونیم برسیم. گفت نه خیر آقا، شما خیلی به حساب در اشتباه. گفتمش خب حالا که شما اعتقاد به این دارید که باید جهان توسط قانون جنگل اداره بشه، خب تو اون استیت یا ایالتی که زندگی میکنید کلی جنگل هست، چرا تشریف نمیبرید تو جنگل زندگی بکنید؟ جواب دیگه ای من نداشتم برای اینا. اینا این تیپ آدمان که واقعا نه تنها اعتقاد دارن که قوانین به اصطلاح جنگل حاکمه بر این جهانه که واقعا هست، یعنی در واقع زور، هر کسی زور داره، به اصطلاح حاکمیت در اثر زور به وجود میاد و نه به اصطلاح قوانین انسانی، برابری، برادری، عرشبت، که اینا را همش یک مش به اصطلاح تخیلات بچگانه و به اصطلاح که یه مش طبیعتان میگن به اصطلاح چپا، به اصطلاح یه مش تخیلگرای به اصطلاح دنبال یک اوتوپیا یا به اصطلاح ناکجا آباد میگردن. خب باید به اینا گفت که اگر واقعا این طور باشه، بشریت هزاران سال پیش میبایست به نابودی کشیده میشد. جامعه انسانی نمیتونه به اصطلاح قانون جنگل برش حاکم باشه، بر اینکه انسان موجود هوشیاریه و فرق میکنه با حیوانات و در نتیجه و برخلاف حیوانات جامعه داره، یعنی سوسایتی، و یک زندگی سوشال یا اجتماعی داره. و اگر بخواد جامعه ای رو که واقعا 300-400 ساله تشکیل شده، که واقعا آره توماس هابز صحبت از این میکنه در کتاب لویتانش، که به اصطلاح اعتقاد به وجود یک قدرت حاکمه سرکوبگر و به اصطلاح قاهر داره، و به اصطلاح برای اینکه اعتقاد داره که جامعه تبدیل به یک میدان جنگ همه علیه همه شده. منتها این رو صحبت نمی کنه که جامعه همیشه اینجوری نبوده. اگر جامعه اینجوری بود، فرضاً در جوامع اولیه، قبایل اولیه، اگه میخواستن اینجوری زندگی بکنن، نابود شده بودن، رفته بودن پی کارشون. حتی در زمان بردهداری و حتی زمان فئودالی اینطور نبوده. واقعاً جامعه سرمایه‌داریه که جامعه رو تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه میکنه. بلوم امنیوم کنترا امنس، و این به اصطلاح و این نمیتونه. حالا در یک دوران در حقیقت این سیستم توان اینو داشته، به دلیل اینکه ابداعاتش، اختراعاتش، علمش، صنعتش باعث پیشرفت‌های عظیمی شده که در واقع انسان رو از قهر طبیعت و از این که طبیعت و نیروهای طبیعت برش مسلط بودن رها کرده. این یه واقعیته که به اصطلاح و برای این کلی ازش تجلیل شده و نیروهای مولده رو طوری بالا برده که واقعا نعم زندگی به اقشار و طبقات هرچه وسیع تری، واقعا این اقشار و طبقات که فرضاً عزیزان ممکنه تعجب کنن که 200 سال پیش 90% از مردم انگلیس نمیدونستن جوراب چیه، خیلی ها کفش نمیدونستن چیه، در ژاپن که از اون بیشتر. ولی اینا دیگه مسئله حل شده ایه که واقعا از نظر، یعنی نیروهای مولده، این سیستم نیروهای مولده رو توسط اختراعات، ابداعات،
علم، صنعت و پیشرفتش طوری جلو برده که واقعا بسیاری از احتیاجات اولیه و حتی بهداشت و پزشکی جامعه بسیار اینا حل شده و در نتیجه طول عمر رفته بالا، انسانها به اصطلاح زندگی مرفه تری تونستن پیدا بکنن. که میتونم این رو عرض بکنم که واقعا دهه 60 که من اینجا بودم اوج این قضیه بوده و خود من شاهد و ناظرش بودم. حالا میخواستم این رو در این حال، اینا همش مقدمه است، بازم به اصطلاح برنامه امروز در واقع حالا عرض میکنم، میخوام از ایران شروع بکنم و بعدش خبرهای لیبی، خبرهای سوریه، خبرهای اروپا و بعد میام به امریکا و بعدش از اوضاع به اصطلاح کلی جهان. ولی یک باره اینا به اصطلاح به عنوان یه مقدمه به ذهن من رسید که واقعا در دهه 1960 یعنی بعد از جنگ دوم جهانی امریکا به اوج تمدنش رسید، اوج رفاه و اوج آزادی و دموکراسی نوع بورژواییش رسید که طعم اینو من خودم چشیدم. ولی فقط امریکا نبوده، واقعا تمام به اصطلاح قایق ها به قول معروف آب که بالا اومده بود، تمام قایق ها با هم داشتن بالا می اومدن. از ایرانش گرفته که همه خیال میکنن اون یه دوره‌ای بوده که میتونسته ادامه پیدا بکنه، دهه 60 و 70، 1960 و 1970 که من خودم سفر اولم که به ایران برگشتم انقدر به اصطلاح تغییر کرده بود ایران که برام قابل تشخیص نبود. ولی فقط اونجا نبود، افریقا همینطور، حتی خود شوروی در دهه 60 کلی پیشرفت داشتن. از دهه 1970 که نه تنها جهان بلکه خود شوروی هم افولش آغاز میشه، افولش از دهه 1900 و از درست در همون زمانی همزمان با زمان به اصطلاح بحرانی که در امریکا از ابتدای در واقع دهه 1970 آغاز میشه و ما میدونیم که رکود بزرگی در 1974-75 صورت میگه. از اون موقع در حقیقت دوره افول کل سیستمه که شوروی هم بخشی از این بود که بالاخره البته اون چون ضعف‌های فوق‌العاده وحشتناکی داشت نمیتونست تا به تحمل بیاره و از هم دیگه فرو پاشید. ولی از دهه 1970 که دوباره افول این قضیه شروع میشه. بنابراین دستاوردهای عظیم این سیستم داشته، منتها همینطور که در این زمینه از این سیستم تجلیل میشه، در این حال تضادهاش هم باید در نظر گرفته بشه. برخلاف اونهایی که فکر میکنن این سیستم ازلی بوده و ابدی خواهد بود و بسیاری از نئولیبرال های وطنی ما چه در داخل و چه در خارج واقعا از این سیستم هنوز دارن حمایت میکنن، متوجه نیستن که تضادهاش حالا که قابل پیشبینی بوده، تضادهای غیر قابل حلش، سیستم رو که زمانی این همه عظمت داشته که بارها من راجبش صحبت کردم، از هگل گرفته تا کانت گرفته تا ولتر و مونتسکیو گرفته و بعدش خود مارکس، چه تجلیلی از این سیستم میکنن، ولی تضادهاش رو هم باید دید که چطور به جایی میرسه که بشر رو بر سر یک دوراهی قرار میده. چه همینطور که عرض کردم باز هم من مجبورم به اصطلاح به کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت اشاره بکنم که براستی جامعه بشریت بر سر یک دوراهی سرنوشت سازه، یا باید به طرف یه جامعه‌ای بره که انسانگرا و طبیعتگرا باشه، که حالا من سه شنبه آینده میخوام راجع به این قضیه صحبت کنم، و یا اینکه به طرف بربریت بره که حالا شواهدش رو به عزیزان نشون میدم. یعنی امروز یه مقدار راجع به شواهدش که چطور جامعه جهانی فقط در لیبی نیست که اخبارش رو برای عزیزان خواهم خوند، فقط در سوریه نیست که میخوان نابودش بکنن، فقط در افغانستان و عراق نیست که نابودش کردن، فقط در سومالی و پاکستان نیست که در حال تخریب و نابودیشن، فقط در افریقا نیست که در صدد نابودیشن، بلکه در خود امریکا چی داره میگذره. عزیزان فیلم هایی رو باید ببینن
که در امریکا چی میگذره که 50 میلیون امریکایی که بیمه پزشکی ندارن و سفیدپوست دیگه، اینا به اصطلاح افریقایی تبارها یا لاتینوها نیستن، اونا دیگه مسئله شون جدا، چه بر سر اینها داره میره. و 100 میلیون امریکایی، یعنی 30% از جمعیت امریکا که یا زیر خط فقرن و یا در مرز فقرن، که من اینا رو تمام آمارهاشو به عزیزان دادم، 100 میلیون یعنی 1/3 از جمعیت امریکا که واقعا به اصطلاح یک بخش از اینها، یعنی 50 میلیون بالاترشون که از خط فقر بالاترن، تلاش میکنن که زندگیشون رو به طور روزمره نگه دارن، ولی هر لحظه فقط یه دونه از به اصطلاح قبضهای برقی، آبی، چیزی که براشون اومده عقب بیفته، تمام کارشون، و یا یه نفر تو از اعضای خانوادهشون مریض بشه، میرن under water به قول خودشون، یعنی غرق میشن و در حال به اصطلاح و دائم دلواپس از دست دادن کار و متلاشی شدن زندگیشونن. اونهایی که واقعا متفکرین بزرگ در این کشور هستن، این خطرات رو و حرکت سریع این کشور رو به طرف فاشیسم میبینن. شواهدش رو امروز برای عزیزان صحبت میکنم. یعنی فقط اینا نابودگری لیبی و عراق و افغانستان و اینه که میخوان سوریه رو از آن نابودش بکنن و بعد کشور ما رو بهش حمله بکنن و بعد چین و روسیه رو محاصره بکنن و شاخشونه ریشه. حالا اخبارشو بازم میگم که معاون رئیس جمهور چین که اینجا بوده، فرزند معاون رئیس جمهور امریکا، چجوری باش صحبت کرد؟ اعلام جنگه. اینطوری که من حالا نقل قولاشو برای عزیزان از زبان نیویورک تایمز براتون میارم، اعلام جنگ واقعا به چین اینا دادن. هم اوباما که رفت در استرالیا نطق کرد و پایگاه نظامی در نزدیکترین شهر در واقع دربن فکر میکنم بهش میگن، در استرالیا پایگاه نظامی اونجا داره میسازه درست مقابل چین، و همین که نطقایی که جوزف بایدن به معاون بسا رئیس جمهور چین همین پریروز زد، اعلام جنگه با روسیه که و با پوتین که اعلام جنگ کردن و میخوان اونجا هم تغییر رژیم بدن، رژیم چینج در روسیه میخوان بکنن، یعنی به اصطلاح انتخابات آیندهشون رو میخوان دخالت مستقیم بکنن که به اصطلاح پوتین نشه، یعنی اعلام جنگ علیه اونا هم دادن، علیه تمام بشریت واقعا، با امریکای لاتین به همین ترتیب. و خلاصه این ما رو بر سر یک دوراهی سرنوشت ساز قرار داده که ما باید بدونیم که در این حال که این سیستم تمام این دستاوردهای عظیم رو داشته، ولی الان که کشورهای دیگه هم میخوان به دانش، به علم، به تکنولوژی دست پیدا بکنن، اینا دستپاچه شدن، ناراحت شدن و میخوان واقعا دنیا رو به خاک و خون بکشن که جلوی به اصطلاح پیشرفت این کشورها رو بگیرن. هر کشوری که بخواد سر راست کنه میزنن، میخوان به اصطلاح داغونش بکنن، خرد و متلاشیش بکنن. و البته در هر کدوم از این کشورها هم یک عده به اصطلاح ستون پنجم دارن که همکاری باش میکنن، همینطور که در زمان 28 مرداد ستون پنجمی داشتن از بقایی ها و کاشانی ها و رشیدیان ها و خاندان زاهدی و خاندان پهلوی و امثالهم که باشون همکاری کردن برای برانداختن دکتر مصدق و آوردن یک دیکتاتوری نظامی به قدرت. الان هم اسامی اگر شد بعضی از اینهای وطن فروشی رو که در استکهلم هر شب یک کنفرانس برقرار میکنن، بعدش در واشنگتن در ماه آوریل میخوان برقرار بکنن، بعدش هر شب که با شورای ملی سوریه نامه فدایت چمن میشوینن، به مصطفی عبدالجلیل نامه فدایت چمن میمیسن، همشون اینا از یک بسرا قماشن و به اصطلاح میخوان ایران رو هم دوباره به اصطلاح زیر سیطره اجنبی ببرن و به اصطلاح جنبش پر عظمتی رو که در ایران وجود داره به خاک و خون بکشن. بنابراین اینا عرض شد که من برنامه امروز رو از ایران شروع میکنم. عرض شد که ببینیم چی میگذره در داخل ایران، چی داره میگذره و وطن فروشای ستون پنجم در خارج چه برنامه های خائنانه‌ای برای نابود کردن جنبش و به اصطلاح زیر سیطره بردن کشورمون به دست اجنبی برای به اصطلاح ما دارن. ما تک تک اینها رو باید معرفی بکنیم. من امروز اسم بعضی از اینها رو اسم میبرم که اینا کیان و در صدد چه چیزی هستن و درست منو به یاد دوران دکتر مصدق میندازن که چطور
اینها از پشت به دکتر مصدق خنجر زدن، با اجنبی عهد مودت بستن و در نش... و اینا کسایی بودن که مثلا حسین مکی به عنوان قهرمان، من یادمه، من که خوزستان بودم، به عنوان قهرمان حسین مکی اصلا بعدش چطور خنجر زد از پشت به دکتر مصدق. بقایی که قبلش هارت و پورت میکرد، عرشبه که کاشانی که خودش رو ضد امپریالیست میدونست، نمام علیه نیروهای خارجی، بعدش از عراق اومد یا از جای دیگه به هر حال، یا فلسطین، هر جا که بود، و چطور از پشت به دکتر مصدق خنجر زد و با اجنبی دست مودت داد و بالاخره به اصطلاح امید ما رو، امید یک نسل رو در 28 مرداد اینا به خاک و خون کشیدن و به نابودی کشیدن و سرنوشت ما این شد که بعدش جاده صاف کن ارتجاع قرون وسطایی شدن و الان دوباره برنامه های خائنانه دیگه برای کشورمون دارن و اونهایی که امروز روز میخوان با امپریالیسم به عنوان ستون پنجم واقعا همکاری بکنن، اینا باید به ملت ما معرفی بشن. در خارج کلی از این چه اینا میخوان آلترناتیو سازی بکنن، هم مثل لیبی که در بنغازی درست کردن و هم الان در ترکیه که این آقای قلیون و آقای قلیون و آقای ارشد که ریاض اسد و امثال هم رو دارن درست میکنن در کشورهای خارجی مثل ترکیه و امثال هم، برای اینکه سوریه رو به نابودی بکشن. و قتل عامهایی رو، من اخبار لیبی رو برای عزیزان خواهم خوند که به چه بر سر لیبی رفته، همینطور که چه بر سر افغانستان رفت و چه بر سر عراق، کشورها رو به نابودی و به خاک و خون میکشن، نابود میکنن، کشور ما رو هم میخوان همین کار رو بکنن. ملت ما باید واقعا هوشیار باشن و بدونن که در خارج چی داره میگذره و چه نقشه های خائنانه ای اینا، حتی برای جنبش سبز اینا چه نقشه های خائنانه ای دارن. و اما من ابتدا از خود ایران شروع میکنم که نامه مفصلی که من دیروز برام رسیده، برای اینکه من میخواستم خبرهای اینه که در 25 بهمن چی گذشته در خود ایران و در بیرون مشتی وطن فروش چطور پیام تبریک به آقای قلیون میفرستند که بسیار بسیار جالب که شما از 25 بهمن طرفداری کردی. عزیزان ببین اینا چه توطئه‌ای، کیا مشاورین اینها باید از تحلیلگرای بسیار کارکشته CIA باشه که اینا این کارا رو میکنن. یه آدم وطن فروش ضد بشر جانی مثل برهان قلیون و یا ریاض اسد رو وامی دارن که از آزادی آقای موسوی و کروبی دفاع بکنن و بعدش این ستون پنجمی های ایران پیام تبریک به آقای برهان قلیون میمیسن که بسیار شما واقعا چقدر جالبه که چنین به اصطلاح پیامی برای 25 بهمن برای به اصطلاح آزادی زندانیان سیاسی فرستاد. مشاورین اینها آدم های بسیار کارکشتهی، یعنی فرزن از دوستان آقای محسن سازگارا، یعنی روئل مارک گرشت باید باشن که دوست جونک و جونی آقای سازگارا، از به قول خود مارک گرشت CIA برجسته قدیمی CIA، از دشمنان قسم خورده کشور ما که به قول خودش با آقای سازگارا بیش از 20 سال دوستی داره و در اون جلسه ای که با آقای سجادپور و امثال هم داشتن خود اون از زبونش در رفت، مارک گرشت، که آقای سازگارا الان من بیش از 20 ساله که میشناسمش و چه اطلاعات زی قیمتی در اختیار ما گذاشته، از زبونش در رفت. من نمیدونستم که سازگارا کیه تا از زبان روئل مارک گرشت شنیدم. اینا شهریار آهی، تمام به اصطلاح بخشی از سواکی های سابق، دوباره میخوان به قدرت برسن و به این ترتیب به اصطلاح میخوان شکاف در درون جنبش سبز بندازن. شاید بعضی از عناصر جنبش سبز رو که اومدن خارج جذب خودشون بکنن و کوآپتش بکنن. همین آقای سازگارا رو نگاه بکنید که چطور دستبند سبز میبند، دائم سبز 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 سبز. اینا توطئه‌های فوق العاده ظریف و در این حال فوق العاده خطرناک که ملت ما باید بدونن که اینا کیان.
و یا اینایی که توی تحکیم وحدت بودن و یک به یک، یکیشونه که فخرآور رو که خود ریچارد پرل رفت به دبی و آورد این عروسک رو و چند شب باهاش گذروند و بعد به اصطلاح تمام به اصطلاح مدارکش رو چیز کرد آوردش امریکا، امیر عباس فخرآور رو. ولی بقیه شون هم، علی افشاری رو حالا ما میفهمیم کیه، آقای عرشب و که اکبر عطری رو میفهمیم کیه، که بلا فاصله که اومدن اینجا منیچهر محمدی رو و متاسفانه آقای باطبی رو تمام جذب به اصطلاح دستگاه های امنیتی امریکا شدن و به اصطلاح یا به اصطلاح National Endowment for Democracy که شعبه ای به اصطلاح در حقیقت جای CIA رو گرفته که الان به اصطلاح یک به اصطلاح ارگان حکومتیه که میره در کشورهای دیگه به اصطلاح برای تغییر رژیم ها و به اصطلاح جنبش ها و یا به اصطلاح انقلابات مخملی. بلافاصله اینا اومدن و الان زیر به اصطلاح زیر لوای National Endowment for Democracy، برای که احتیاج بالاخره اینا کار دیگه ای که به اصطلاح چه کارن، باید نون روزانه‌شون رو در بیارن، باید کارت سبز بگیرن، باید بعدش به اصطلاح چیز بشن، پاسپورت امریکایی بگیرن و اینا احتیاج دارن و در نتیجه به اصطلاح میرن زیر سیطره اینا. مثل امواج قبلی ایرونیا نیستن که از تاکسیرانی شروع بکنن، اینا بلافاصله به اصطلاح شروع میکنن به اصطلاح مقاله نویسی و میره تری دستگاه‌های امنیتی امریکا و اینا میخوان آلترناتیو سازی بکنن و یکی از ترفندهاشون عبارت از اینه که جنبش سبز رو کوآپت بکنن، یعنی از درون متلاشیش بکنن و یک بخشش رو به اصطلاح جذب خودشون بکنن که به اصطلاح به خودشون مشروعیت بدن. الان سالهاست عزیزان، چون من از نزدیک اطلاع دارم، بارها مثلا با خود من اومدن و مثلا تماس گرفتن، من حقوقدانان سبز و اون یکی چیز و اون یکی به اصطلاح که چرا ما با هم اتحاد برای دموکراسی به وجود نمیاریم، ما نمیخوایم آلترناتیو بسازیم، فقط میخوایم اتحاد برای دموکراسی به وجود بیاریم. و بعدش یه شورای موقت در اینجا و یا در کردستان جایی درست میکنن و بعدش به اصطلاح یک کریدور به اصطلاح برای نجات مردم ایران درست میکنن و بعد به اصطلاح فضای به اصطلاح پرواز ممنوع و امثال هم، که البته همه جا نمیتونن آلترناتیو لیبی رو پیاده بکنن، ولی هر کدومش رو به راه خاص خودش، برای اینکه در سوریه نتونستن و الان راههای دیگر رو پیدا میکنن، در ایران حالا عرض میکنم که چطور به چه راههایی. نامه از ایران رو میخونم که در ایران چی میگذره و ملت ما هوشیارتر از اونه که این وطن فروشا رو نشناسه و ندونن که واقعا اینا مشغول چه توطئه‌های خطرناک و در این حال بسیار ظریف. ما این ظرافت‌ها رو باید دریابیم که اینا چه بر سر جنبش سبز میخوان ببرن. عزیزان، این از اون چیزاییه که ممکنه بعضی از این اصلاح طلبایی که اومدن و الان فرزن بعضیاشون توی جرس و یا تو شورای هماهنگی هستن، امکان داره قربانی یک چنین توطئه‌هایی بشن و شاید حتی یه مقدار گرایش‌هایی هم داشته باشن. ملت ما باید مواظب اون باشه که بعضیا فرزند میگن که چرا مثلا فرزند به طور میلیونی مردم روز چهارشنبه نیومدن 25 بهمن، چرا به طور میلیونی نیومدن تو خیابونا. اونایی که این صحبتو میکنن متوجه نیستن که چه عوامل و چه خطرات و چه، و ملت ما با هوشیاری میدونه حرکت‌هاش رو چطور تنظیم بکنه که از یه طرف رژیم سرکوبگر نتونه خرد و متلاشیش بکنه و نابودش بکنه، همینطور که در قرقیزستان تونستن این کار رو بکنن، در تایلند تونستن این کار رو بکنن، در سریلانکا تونستن، جایی که به طور خشونت، و یا در لیبی که به جنگ مسلحانه کشیده شده و ما دیدیم چی شد. این یک طرف، و از طرف دیگه باید مواظبه تمام این وطن فروشای ستون پنجم باشن که چه توطئه‌هایی در خارج دارن میکنن. آقای خانم کاترین اشتون میاد از 25 بهمن طرفداری میکنه، خانم هیلری کلینتون میاد چیز میکنه، آقای قلیون و امثال هم میان از این، یک چنین وطن فروشای جاسوس دشمنان قسم خورده ما میان به اسلام میخوان این جنبش رو واقعا کوآپتش بکنن، یعنی به اصطلاح به اسم خودشون به عنوان طرفداری از دموکراسی و آزادی. در عوض در پشت اون وقت
دارن آلترناتیو سازی میکنن در برابر جنبش سبز و جنبش دموکراتیک ایران. از یه طرف آلترناتیو سازی میکنن، از یه طرف میخوان این جنبش خرد و متلاشیش بکنن و بهانه بدن به دست رژیم ایران که آره دیدی ما گفتیم اینا امریکاییان، پس به اصطلاح میتونیم ما سرکوبشون. و میبینید که به اصطلاح دشمن دائم ما رو داره تهدید میکنه، خرد و متلاشی بکنه و مردم رو سرکوب بکنه. اینا فقط در خدمت امپریالیسم نیستن، در خدمت حکومت هم هستن، برای اینکه تمام این اعمال خائنانه‌ای که در خارج دارن میکنن به نفع رژیم جمهوری اسلامی هم هست، که همشون در حقیقت ملت ما رو در بین دو سنگ آسیاب گذاشتن. و حالا چه هوشیاری و چه قدرتی یه ملت باید داشته باشه که با قدم‌های شمرده واقعا حرکت بکنه که بین این دو سنگ آسیاب خرد نشه و تا الان خودشو نگه داشته. بدون به عرض برسد که فراخان راهپیمای سکوت در پیاده روهای تهران و خیابانها و میادین شهرستانها جهت شکست حصر رهبران نمادین و آزادی زندانیان سیاسی توسط شورای هماهنگی، از حمایت جریانات و فعالین مستقل سیاسی و نیز سایر جنبش‌های اجتماعی و صنفی در داخل و خارج برخوردار گردید. مردم لبیک گفتن، برای اینکه عزیزان من اخبار و به اصطلاح چیزهای متعددی هم در سایت‌های اینترنتی و هم به اصطلاح عزیزانی که به من زنگ زدن از ایران و به اصطلاح به من گفتن که به اصطلاح لبیک گفته شده، حالا میلیونی ممکنه نبوده ولی مردم اومدن توی خیابونا. علی رغم شرایط بسیار سخت امنیتی و فضای جنگی حاکم بر کشور، فضای جنگی حاکم بر کشور کی به وجود آورده؟ همین وطن فروشا، همین ستون پنجم، همین روشنفکران وابسته خارج، اونان که شرایط جنگی رو که به نفع رژیمه و موقعیت حساس تاریخی، ما در یک موقعیت حساس تاریخی که همین امروز صبح من فکر میکردم که چطور درست مثل زمانی که میخواستن کودتای 28 مرداد بکنن، که چطور کرمیت روزولت و به اصطلاح جاسوساشون اومدن، چطور کاشانی رو جدا کردن، مکی رو جدا کردن، بقایی رو جدا کردن، روزنامه ها رو خریدن، از روزنامه اطلاعات کیهان گرفته تا سایر روزنامه های اون زمان گرفته، بعدش با خانواده رشیدیان که قبلا بود و با خانواده زاهدی عرشبت که لسلشگر زاهدی امسالام وارد مذاکره شدن و بعضی از اعضای خاندان پهلوی، و چطور مقدمات کودتای 28 مرداد رو فراهم کردن و چطور اونهایی رو که دورور دکتر مصدق بودن خودشون رو ملی میدونستن. شما الان به همین آقای حسن شریعت مداری نگاه کنید که پسر فکر میکنم آیت الله شریعت مداری که خودش رو ملی میدونه، ببینید چطور داره وطن فروشی میکنه. اینا رو میخرن، اینا به اصطلاح تن به خیانت و به اصطلاح وطن فروشی میدن. بنابراین ما باید مواظب اینا، البته یه تعدادی از اینا سیاهی لشکرن، یه عده هم واقعا میخوان نقل هر به اصطلاح یا به اصطلاح چیز در هر مجلسی باشن، امضاشون رو اون زیر میندازن و یا نمیدونن. ولی ما باید ببینیم مهرهایی که این جریانات رو به راه میندازن در استکهلم و در اینور و اونور و آلترناتیو سازی میکنن و بعدش پیام تبریک برای 25 بهمن میفرستن و باید ببینیم اینا کیان، داستانشون چیه. در خود ایران لبیک گفته شده توسط مردم و با توجه به امکانات بسیار ناچیز پاسخ مثبت داده شد به این دعوت، و درگیری جوانان در چندین نقطه تهران که با شلیک گاز اشکاور، تیر هوایی و درگیری به بگیر و بند ده ها و صد ها شهروند معمولی که به اذعان خود دستگاه که با چهرهای تازه و جوان که 30-40% آن را دختران و زنان جوان تشکیل، من اینو از جاهای دیگه شنیدم چه نقشی زنان و دختران در این حرکت به حساب پیدا کردن، 30-40% این عزیز میمیسه، ولی من شنیدم تا حتی نقش فعال زنان و دختران داشتن و این فوق العاده پر اهمیت. نمود تازه‌ای داشت که البته زیر فشار سرکوب شدید منجر به زد و خورد آتش زدن سطل‌های زباله جهت رفع گاز در فضای شهر و آتش زدن عکس و
عرض شود که بنر شاخصین اول، یعنی خامنه ای، حکومت به وای کتاب پاسی از شب در متن شرکت انبوه مردم که در پیاده روهای اقصانقات پایتخت فقط در اونجایی که شورای بسا هماهنگی گفته بود فقط به اونجا اکتفا نکردن، مردم در سراسر شهر و در شهرستان ها بودن، فقط بسا گوش ندادن به اینکه فقط در یه جا بسا همون وسط شهر باشن. عرض شود که خاص جنبش راه به این برپا کرد و نیز شهرهای اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، کرمانشاه، بروجرد و ارومیه لبیک گفته شد و به اذعان مسئولین بلند پایه وزارت اطلاعات که به قول خودشان را فتنه میگویند هنوز به اصرا نمرده بلکه زنده است و در درون ساختار نظام رخنه کرده. این نکته مهمیه که من در صحبتی که در بسات تلویزیون اندیشه داشتم که اینه که چجوری باید شدنی ترین، عملی ترین، انسانی ترین، کم هزینه ترین راه برانداختن این رژیم چیه که مردم اینو تشخیص دادن که چطور از زیر پای این رژیم رو باید کم کم و کم کم خالی بکنن، در بالا شکاف بیفته، دائم ریزش بکنه و از پایین بخش هرچه وسیع تری از مردم رو در بر بگیره و بالاخره باید به یک اعتصاب و یک مقاومت مدنی در سطح عظیم این منجر بشه که فلج بکنه رژیم رو. ولی این پروسشه که شما یک پروسه‌ای رو آغاز میکنی که بالا رو تضعیف بکنی، پایین رو قوی بکنی تا موازنه قدرت به هم بخوره. باید این موازنه بر هم بخوره. زمانی در زمان شاه فرزند بعد از جنگ دوم جهانی این موازنه بر هم خورد و همون مجلس ارتجاعی به اصطلاح چیز زمان شاه مصدق رو تونست سر کار بیاره. مصدق در چارچوب همون قانون اساسی، همون مجلس ارتجاعی، همون وضعیت ارتجاعی، برای اینکه موازنه قدرت به هم خورده بود. موازنه قدرت رو باید به نفع بسان نیروهای ترقی خواه باید به هم زد. و این پروسه ای که مردم و اجنبی پرست ها، اجنبی خودش میدونه که نباید این پروسه دموکراتیک، برای اینکه دشمن قسم خورده بسان دموکراسیه، دوستانش سلطان قابوسه، خانواده آل نهیانه، خانواده آل ثانیه، خانواده آل سباهه، خانواده آل سعوده، که اینا به حساب سلاطین به حساب که هنوز زنا در اونجا حق رانندگی حتی ندارن. اینجوری میخوان، اینا سیستم هایی میخوان درست مثل شیوخ جنوب خلیج فارس که با پول نفت و گاز تریلیون دلاری بیان این ساختمون های عظیم بلورین رو و جزایر مصنوعی توی خلیج فارس براشون درست بکنن، زمین اسکی سربسته تو گرمای 150 درجه درست بکنن شرکت های امریکایی و اروپایی، و بعدش نفت و گاز که تموم شد دوباره اینا تبدیل به بیابون بشه. تمام اینا نفت و گاز که تموم شد، فرضاً همین ابوظبی و نمام دبی و فلان اینا که الان جز مدرن ترین جهان، اینا تمام بیابون میشه. ولی اگه کشوری بخواد علم و تکنولوژی رو ببره جلو، ابدا نمیذارنش. بخواد مهندس و دانشمند تربیت کنه، ابدا. باید مثل عربستان شرکت های امریکایی و اروپایی بیان آب رو براشون دیسالینیت، یعنی به حساب نمکشو بگیرن و به حساب بیابانهای عربستان رو تبدیل به مرغزار براشون بکنن و بعدش گاوداری براشون چیز بکنن، بعدش ساختمانهای فوق العاده به اصطلاح بلورین براشون دور که سر به آسمان میکشه و خود این شیوخ هم بشینن به اصطلاح به همون طریق چه زیر چادر زندگی بکنن تا زمانی که نفت و گاز تموم بشه تبدیل دوباره به بیابون بشه. ولی فعلا پول نفتشون رو باید خرجه یا در وال استریت سرمایه گذاری بکنن یا شرکت های امریکایی بیان فرضاً شهر الجبیل رو، شرکت بکتل، به طور کامل یه شهر مدرن براشون درست کنه. شرکت بکتل، شرکت پارسونز، شرکت هالیبرتون و امثال ها، یعنی پول نفت بره و بعد مردم هنوز 80% گاوچرونی بکنن و بسا شترچرونی بکنن و
وقتی هم که این نفت و گاز تموم شد دوباره بیابون بشه. ولی ایران اگه بخواد دانشمند تربیت بکنه باید با تک تیرانداز و یا بمب‌های به حساب عرصه‌ای که مغناطیسی نابود بشن. عراق دانشمنداش باید نابود بشن. افغانستان کابل بخواد مرکز یک چیز فرهنگ بشه امکان نداره بذارن. باید همه مثل به حساب سلطان قابوس باشن که هنوز بردهداری وجود داره، مثل عربستان باشه که هنوز زنها حق رانندگی ندارن، شناسنامه ندارن. ولی این وطن فروشای ستون پنجم صحبتی از بحرین یا عربستان یا کویت میکنن که چی داره میگذره؟ ابدا. همش فشارشون روی سوریه است. بنابراین عرض شود که در تمام این جاها که بعضا بدنه نظام رو تحت تأثیر قرار داده است، جنبش بدنه نظام رو تحت تأثیر قرار میده. مرتب شما ببینید چند نفر از سپاه پاسداران همینجوری اومدن به صف مردم پیوستن. فقط علایی نیست، تمام حساب پاسدارا و سران پاسدارا که اومدن به حساب اینا پیوستن و از علایی به حساب طرفداری میکنن. این به تدریج جنبش در بدنه نظام و تا رأسش میتونه، تا زمانی که بتونه اینقدر ادامه پیدا بکنه و این آگاهی مردم رو میبره بالا، مردم متوجه میشن که آزادی و دموکراسی یعنی چه، و این بالا رو ضعیف میکنه و پایین رو قوی میکنه تا موازنه قدرت به نفع مردم به هم بخوره، تا بیان پای میز، تا بیان به اصلاح تن بدن. به محضی که این موازنه قدرت یعنی از کمی به کیفی رسید، تمامه مردم آزادی هاشون رو به دست میارن و تمام رژیم مجبوره کنار بره. اجنبی و اجنبی پرست ها نمیخوان این پروسه به طور طبیعی صورت بگیره، میخوان دخالت بکنن تا زمانی که در نتیجه رژیم رو تقویت میکنن و به عمرش رو تداوم میدن، تا این رژیم دست به سرکوب های عظیم و کشتار بزنه و بعد دخالت بشر دوستانه بشه. افرادی مثل کاظم علمداری ها و امثال هم دقیقا تو این خطن. ما این وطن فروش های ستون پنجم رو دقیق باید بشناسیم و اینهایی که الان میخوان در ماه آوریل فرزند در واشنگتن کنفرانس تشکیل بدن و یا این چیز رو به آقای برهان قلیون نوشتن، عرصبت که و سایر بسار توطئه‌هایی که در استکهلم و امثال هم پشت درهای بسته میشنن و راجب کشور ما میخوان تصمیم بگیرن و میخوان آلترناتیو سازی بکنن در خارج. لذا ترس از قدرت روبروش را فهم کرده، کماکان به زیر مجموعه نظام گوش زد می کنن. یعنی اونایی که تا پریروز توی نظام بودن، محمد نوریزاد را عزیزان نگاه بکن، نامه هاش فوق العاده پر اهمیت. بعضی از این وطن فروش ها میگن آقا این نامه ها چیه می میسید، باید براندازی بکنی. یعنی ارباباشون بیان براندازی بکنن دیگه. نامه های نوریزاد اصلا به درد نمیخوره. پر مسلم است با امکان کوچکترین فضا و یا اشتباه تاکتیکی از ناحیه حکومت میتوان گفت شاهد تظاهرات چند میلیونی تکان بخورن اینها، یک روزنه برای مردم باز بشه و به مراتب وسیع‌تر از گذشته خواهیم بود. و البته وزارت اطلاعات و گردانندگان حکومت این وضعیت رو درست تشخیص داده و با تمامی امکاناتی که دارن سعی میکنند و کردن به صورت پراکنده نگهش. یعنی در حقیقت این جنبش رو کاری که رژیم کرد در 25 بهمن چی کار کرد؟ میدونست که اگه حکومت، عملا حکومت نظامی تو شهر تهران و بسیاری از جاهای دیگه بوده، اگر یک ذره کوتاهی میکرد و این جمعیت به هم میپیوست تبدیل به یه طوفان میشد. بنابراین چی کار کرد؟ به طور پراکنده نگرش داشت. یعنی به اصطلاح از میدان امام حسین همینجوری گرفته تا میدان آزادی، از شمال گرفته تا جنوب، به طور پراکنده واقعا جمعیت‌های ده‌ها هزار نفری و شاید صدها هزار نفری در مجموع، عرض می‌کنم میلیونی آره نبوده، و به دلیل همین شرایطی که این عزیزی که از ایران به احسان نامه نوشته، شرایط منطقه رو نگاه کنید، وطن فروشای خارجی رو نگاه کنید، پیام‌هایی که از خانم کاترین اشتون و امثالهام، خانم کاترین اشتون برای 25 بهمن چیز میره، پیغام میفرست.
ببینید اینا چه مارهای سمی ضد بشر. اون وقت در زیر هم به اصطلاح چیز رو هم از وطن فروشا دفاع میکنه، هم تحریم ها رو شدید میکنه و هم به اسلام میخواد به اصطلاح چیزهای به زعم خودشون، حالا عرض میکنم، که دوباره میخوان مذاکره بکنن و بعدش بگن که خب ما مذاکره هم با ایران کردیم ولی چی شد. از همین حالاش میگن ما بدبینی، با بدبینی نگاه میکنیم. عرض شود که و نگذاشتن به شکل مجموعه واحدی تبدیل گردن. منصفانه نیست، منصفانه نیست مردم را به بی اعتمادی به جنبش و یا جنبش را ضعیف و ناکار آمد و یا تمام شده متهم کرد، که بعضی از این وطن فروشان می کنند و تخم یأس و ناامیدی در میان جوانان و فعالین پخش نماییم و عمل سترگشون را ناچیز جلوه دهیم. در چنین شرایطی این همه مردم اومدن توی خیابون و لبه گفتن یک کار سترگه. دلائل و شواهد زیادی در دست است که عنوان آن در حال حاضر در اینجا نمی گنجد و در روزهای آینده دستاورد این حرکت بزرگ را به عینه خواهیم دید. ان نهایه این حقیر در صدرم نداشته های جنبش دموکراسی خواهی مردم را با لجن پراکنی حسودان و دشمنان جنبش که اینک بندگی استعمار را پذیرفتن و سعی در انحراف جنبش، همینان، همین وطن فروشا که از طرف آقای برهان قلیون تبریک می فرستن، به عنوان دوست عزیز ازش اسمی برن، درست اینها از نوع احمد چلبی، محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل، کارزای و همین آقای قلیون هستن. یعنی وطن فروشایی که زیر سیطره کامل دستگاه های امنیتی غرب هن. اینا از همین جنس هن. اینهایی که این تبریک رو و تشکر رو، نامه تبریک و تشکر رو برای آقای قلیون فرستادن، درست از نوع همینا، از نوع احمد چلبی ها. و ملت ما باید اینا رو بشناسن که اینا سعی در انحراف جنبش، نفاق میان مردم، و میگذارم و به داشته ها و دستاوردهای جنبش میپردازم. چه دستاوردهایی داشته؟ الف، جنبش سبز مرز میان جریانات فکری و اختلافات عقیدتی و بی اعتمادی میان اپوزیسیون را چه در داخل و خارج و جریانات و وسط به حکومت که حالیه به صف مردم پیوسته و براستی که از شانسهای تولد و پیروزی جنبش است، که بخشی از هیئت حاکمه اصلاح طلبای کیا بودن، تا پریروز واقعا بخشی از این حکومت بودن، خود آقای کروبی، خود آقای موسوی. این یک چیز میمون و مبارکه که اینا صفشون رو جدا کردن و به مردم پیوستن. تولد جنبش در حقیقت از اینجا آغاز میشه، در نوردی و حول محور دموکراسی خواهی و حاکمیت ملی، برخلاف بعضی از این وطن فروشایی که صحبت میکنن که استقلال دیگه معناشو از دست نداده. همین کاظم علمداری رو ببینید، یه مقاله نوشته که آره ایران هیچ وقت در تصرف خارجی نبوده، مثل اینکه باید ایران در تصرف خارجی باشه که ما صحبت از استقلال بکنیم. خب همین کاظم علمداری را اگه امریکا ببره فردا رئیس جمهور بشه، فرضاً امریکا چه احتیاجی داره که بیاد ایران رو اشغال بکنه یا همچین به اصطلاح نوکری رو به حساب قدرت برسونه مثل همین آقای کاظم علمداری؟ چه احتیاجی داره که بیاد ایران رو تصرف بکنه؟ یعنی زمان شاه چون در تصرف نبوده، امریکا نیومده اشغال بکنه، کاملا ایران مستقل بوده. و اینایی که صحبت از استقلال میکنن اصلا چیز نیست. آدم اینا رو چی بهشون بگه؟ مثل اینکه باید بره همه به اصطلاح چیزا رو، اینا باید بعضی از کتابا رو بخونن، مثلا اعترافات یک جنایتکار اقتصادی، هر شبت که اسمش جان اسم دومش یادم رفته که به فارسی هم ترجمه شده، The Confessions of an Economic Hitman. برن بخونن که ببینن همین خود این که مأمور به اصطلاح نشنال سکیوریتی ایجنسی بوده چطور میرفته مثلا به نوریگا میگفته که دست از پا خطا نکن وگرنه ترتیب داده میشه، و ترتیبشو دادم، امریکا نرفت اونجا رو تصرف بکنه، البته بعدن مجبور شد. یا به صدام حسین رفته بوده خدا همین
گفته بوده که خلاصه یا سر مغرب یا وگرنه ترتیب داده میشه و اون همه که نمیپذیرن، اونایی که نمیپذیرن داغونشون میکنن، ولی بسیاری از سران رژیم ها میپذیرن و یا در اثر یک کودتا خودشون اومدن و نوکرای اون کسی که آوردتشون سر کار، مثل شاه که میگفت به کرمیت روزولت موقعی که همون شب 28 مرداد میره پیشش، یه صحنه ای هستش که شاه از کاخ مرمر کجاست میاد از پله ها پایین، این از پله ها داره میره بالا، به هم دیگه که میرسن و بهش میگه که من و خدا و شما سر کار آوردید. عین به اصطلاح جمله ای که بینشون رد و بدل میشه، یعنی در واقع اینجوری. خب بعد شما مجبوره که به اصطلاح تمام احکامی رو که امریکا، این لزومی نداره که ایران به اصطلاح چیز بکنه و ایران رو بیان اشغال بکنه، عرصبت که حول دموکراسی خواهی، حاکمیت ملی، ایجاد و اجرای انتخابات آزاد و اصلاح قوانین متحد، عرصبت که اصلاح قوانین، همه اینها حول اینها که بخشی از هیئت حاکمه هم اومده متحد و تبدیل به آلترناتیوی در داخل کشور گردیده و مخصوصا فراخوان راهپیمایی اخیر و پاسخ مثبت مردم و اذعان حاکمیت مدعای این ادعاست. هر سبتت که معید این ادعاس عذر میخوام. این یه چیز بزرگ واقعا در کشور ما که بخشی از همین حکومت از درونش اومده و ریزش از بالا به اونجا خاتمه پیدا نکرد. عزیزان ببینن همین جوری داره ریزش میکنه. ما باید این پروسه رو دنبال بکنیم و با مقاومتی که مردم میکنن اینو باید تشدیدش بکنیم و نه اینکه از نیروهای خارجی بخوایم که بیان محاصره اقتصادی بکنن، تهدید نظامی بکنن، به اصطلاح دانشمندای ما رو بکشن و خلاصه دخالت بکنن. ب جنبش سبز به ویژه با فراخوان اخیر به دنیا، به ویژه به امپریالیسم نشان داده که تنها آلترناتیو میدان است و قدرت مانور در میادین و مدیریت مردم را دارد، گرچه در مرحله جوانی است و کاستی هایی دارد بدون تردید. در همین بیانیه و یا به حساب فراخوانی که فرزند شورای هماهنگی راه سبز امید نقص توش نبود، یا در خود به حساب جنبش سبز نقص نیست، 100% هست. منتها ما باید ببینیم آلترناتیومون چیه. تمام اینهایی که به اصطلاح فرزند انتقاد میکنن، عرشبت که هنوز حمله میکنن به آقای موسوی و کروبی، یک سوال همیشه باید مردم براشون مطرح: آلترناتیو چیه؟ دو تا آلترناتیو وجود داره. یا همین جنبش که فعلا سخنگویانش در حبس و حسرند، هم در زندان ها هستند و هم در حصر خانگی، و یا رژیم چینج توسط امریکا و بمب ها و موشک ها و نابودی کشورمون. دو تا فقط. آلترناتیو دیگری رو به ما نشون بدن. تمام اونهایی که هنوزه نه تنها تحریم کردن، در برابر این جنبش ایستادن. سوال ما اینه که آلترناتیوتون چیه؟ و کاستی هایی هم داره، در مرحله جوانی است که قابل رفع است و این جنبش همچون سپری شده است که میتواند کشور را در برابر تهدید جنگ و ناکارآمدی حکومت و اضمحلال کشور راه نجاتش باشد. سپر بلا در برابر نابودی کشورمون همین جنبشه، هر چی اسمشو بذاری. کسایی حساسیت دارن نسبت به سبز، اوکی، جنبش دموکراتیک. دال جنبش اجتماعی و آزادی خواهی مردم متنوع و متکثر است، وارد خانه های مردم شده است و به نیروی اجتماعی تبدیل شده که توانایی جذب هر فرد حقیقی و حقوقی را داشته و تبدیل به نیروی امید دهنده و اهرم گذار از استبداد به جامعه دموکراتیک گردیده است. و میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران نمادین جنبش، شخصیت‌های مخالف و منتقد و مقابل جریان حاکم، لذا از نظر مردم بهروزی و پیروزی آنان تداعی دهنده بهبودی و بهروزی اوضاع معیشتی آنان، نه تنها اوضاع معیشتی که بسیار پر اهمیت و پایه‌ایه، اون الان جنبه اصلی و اساسی، ولی دموکراسی و آزادی. هر شبت که هی به نظر می رسد جنبش سبز همچون بذری که در خزانه ریخته می شود
اینجا یه مثال کشاورزی داره میزنه. قبل از انتخابات 88 در خزانه محور مطالبات عزیزان به یاد بیارن که چطور یک جنبش مطالبه محور ماها لااقل یک سال قبل از انتخابات، نزدیک به یک سال، کمتر از یک سال، یک جنبش مطالبه محور آغاز شد که تمام اقشار ترقی‌خواه و خواهان آبادی و آزادی کشور در شرکت کردند و همونا بودن که واقعا بنیانگذار به اصطلاح همین جنبش که بعدا تازه قبل از انتخابات اون صف عظیم از تجریش تا میدان راه آهن و بعد تمام رقص و پایکوبی هایی که بعد از اون به اصطلاح عرصبت که مناظرهی که بین احمدی نژاد و موسوی صورت گرفت از اون زمان توسط جامعه روشنفکران و جریانات مختلف اجتماعی با حمایت از کاندیداتوری مهندس موسوی و مهدی کروبی احیا گشت و بوته‌های سبز آن از این دونه ها که در اونجا در جنبش مطالبه محور آغاز شد، اینا به صورت بوته‌های سبز در همون به اصطلاح صف ظاهر شد. اجتماع انسانی نشا شده و با فعالیت و شهادت و شکنجه و حبس و حصر فعالین سیاسی آبیاری شد اون بوته‌های سبز و با نیروی مطالبات آزادی خواهی و دموکراسی طلبی وجین و گندزدائی شد و آری از علفهای هرز گشت و امروز تبدیل به کشتزار وسیع اجتماع انسانی گردیده که در آینده پیش رو به بار خواهد نشست. اینه جنبش، اینه دشمنان بشریت نمیتونن اینو ببینن و در نتیجه میخوان دخالت بشر دوستانه بکنن و وطن فروشانی هستن از دوستان آقای برهان قلیون و از دوستان مصطفی عبدالجلیل و از دوستان احمد چلبی و حمید کارزای که میخوان این جنبش رو دوباره کشور ما رو به نابودی بکشن و تسلیم اجنبیش بکنن و در استکهلم و اینور و اونور کنفرانس و آلترناتیف درست میکنن و آقای پرویز ثابتی رو میارن که بگه در زمان شاه اصلا شکنجهی وجود نداشته. دوباره این مارهای سمی ببینید کار به کجا کشیده که صدای امریکا میاره با پرویز ثابتی شکنجهگر و قاتل و سر شکنجهگر که بیاره بگه آره در زمان شاه اصلا کجا به حساب شکنجهی بوده. خب منی که خودم نه تنها شکنجه شدم بلکه 150 نفر 140 نفر از شکنجه شده ها رو به عنوان مترجم مأمورین صلیب سرخ که به زندان اوین و قصر اومدن معرفی کردم و نشستم ساعت ها تمام آثار شکنجه اینها رو مستند کردیم با مأمور صلیب سرخ. عزیزان منو انتخاب کردن به عنوان مترجم برای مأمورین صلیب سرخ، خودم شخصا 140 تا 150 نفر رو معرفی کردم و خود من آثار شکنجهشون رو دیدم که بعد از مدت‌ها و سال‌ها هنوز آثارش وجود داشته، تمام اندازه‌گیری شده، مستند شده و در اسناد ارشیوی صلیب سرخ وجود داره. اینا وقت پرویز ثابتی رو میارم ببینید کار وقاحت به کجا کشیده. میارنش میگه اصلا بله اصلا شکنجه ای نبوده. حالا این یک طرف قضیه است، منتها من میخواستم اخبار رو دنبال بکنیم. عرض شود که یک ساعت اول برنامه به دلیل اینه که من این نامه ها و این چیزها رو، یعنی فعالیت های این وطن فروش ها رو که من میبینم، آدم نمیتونه ساکت بشینه. حالا ببینیم وجه دیگه یه قضیه چیه. میخواستم چند تا خبر رو بازم مربوطه به ایران برای عزیزان که حالا کشتیبان رو مثل این که به طور موقت سیاستی دیگر آمد. آقای پانتا، من این رو از جان گلیزر به اصطلاح در انتی وار میخوام چیز بکنم که به اصطلاح این هیرینگ که چند روز پیش و بعد از اینکه احمدی نژاد عزیزان میدونن اومد با هارت و پورت عجیبی به اصطلاح اعلام کرد که ما میله برای به حساب رآکتور اتمی که برای به حساب مصارف پزشکی هستش و احتیاج به غنی شدن یا غلظت 20% داره خودمون تهیه کردیم و بعدش هم کار گذاشتن برای اینکه به حساب احتیاج به خارج نداشته باشن. فردای اون روز در
کنگره امریکا هیرینگ یا به حساب شهادت یا به گزارش، به هر حال هم پانتا که به حساب وزیر دفاع امریکا باشه و هم سایر به حساب بزرگان قومشون اومدن صحبت کردن و اینا تا حدودی دارن فعلا ساز دیگری میزنن. حالا این مال 16 فوریه از آنتی وار من گرفتمش به قلم جان گلیزر. پانتا در همین کنگره روز به اصطلاح در واقع همون 16 یا به اصطلاح روز قبلش، گرچه ایران اورانیوم غنی شده میسازد، هیچ نشانی از تصمیم به ساختن بمب دیده نمی شود. او روز پنجشنبه، یعنی روز بعد از این چی که به اصطلاح احمدی نژاد اومد صحبت کرد، گفت که ایران گرچه برای اهداف صلح آمیز اورانیوم غنی شده تولید می کند، اما تصمیم نگرفته است بمب اتم بسازد. نکته بسیار پر اهمیته، درست خلاف نظر نتانیاهو این که میگه نه خیر، اینا دارن بمب میسازن و به اصطلاح تحریم‌های اقتصادی هم کاری نکرده، بنابراین ما هر چه زودتر باید حمله نظامی بکنیم. و صهیونیست‌های دیگه هم همینطور، صهیونیست‌های دیگه دارن فشار میارن. این گفته پانتا خیلی مهمه. بالاترین مقامات نظامی و اطلاعاتی امریکا در گزارشات خود به کنگره در روز پنجشنبه 16 فوریه در مورد ایران، در عین حال که با لحن خشن صحبت کردن علیه ایران تا بازها را راضی بکنند، اما همه مشترکاً تأکید کردند که برنامه اتمی ایران صرفاً غیر نظامی است. نکته فوق العاده، من به عزیزان بارها عرض کردم بر سر حمله نظامی به ایران هم در هیئت حاکمه اسرائیل اختلاف است، هم در هیئت حاکمه امریکا، اینا نشانه هاشه. پانتا در این حال با شدت اظهار داشت که رفتن به سوی ساختن بمب اتم خط قرمز است. برای اسرائیل هیچ مهم نیست که داشته باشه، پاکستان داشته باشه، هند داشته باشه، اینا اگه داشته باشن هیچ خط قرمزی براشون وجود نداره، برای ایران خط قرمز است. این چیزیه که حالا در واقع برای راضی کردن بازها و دست راستی های هار، واقعا ما به ایران اجازه نخواهیم داد بمب اتم بسازد. این یک خط قرمز که ما نگران میگم و مطمئن هستم که جامعه بین الملل عرصبت که امید از همه با عکس العمل نشان خواهند داد. اما اطلاعات ما نشانی از این نمیدهد که آنان تصمیم به ساختن بمب اتم گرفته باشند. نکته مهمه عزیزان، و این در حالی است که دولت امریکا تحریم‌های اقتصادی فلج کننده ای علیه ایران برقرار کرده و همچنین در کشتن دانشمندان ایران توسط اسرائیل از آن کشورینی از اسرائیل حمایت کرده. در برابر اعلام پیشرفت‌های فنی اعلام شده توسط احمدی نژاد، سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعلام کرد این به اصطلاح پیشرفت ها، حالا عزیزان دقت، برای خوراک داخلی و اغراق شدن. نظر ما این است که اینا نه چیز تازه ای هستن و نه چیز دندانگیری هستن. بعدش خبر دیگه عبارت هست اینه که نتانیاهو به سخنان دستراسی به جنگ طلبانه خود در روز پنجشنبه ادامه داد، اما دیگر مقامات اسرائیلی بیانات بیشتر حساب شده و محتاطی درباره برنامه اتمی ایران ابراز داشتند و این نشانه اختلاف در درون هیئت حاکمه اسرائیل هم هست. در برابر نتانیاهو این مهمه که اظهارات احمدی نژاد رو دلیل عدم کارایی تحریم‌های اقتصادی به حساب می‌آورد. اهود بارک حتی، که تا حالا اینطور نبوده، برای اینکه ما میدونیم سه نفر بازهای به اصطلاح اسرائیل، یکی نتانیاهو هستش، یکی اهود بارک وزیر چیزشون، وزیر دفاعشون، و یکی یالون که معاون به اصطلاح نتانیاهو، این سه تا ردخور نداشته که به اصطلاح باید به ایران حمله نظامی. ولی الان اهود بارک گفته های احمدی نژاد را بی اهمیت جلوه داده و میگوید ایرانی ها میخواهند اوضاع خود را بهتر از آنچه هست نشان دهند. او گفته های احمدی نژاد را فقط یک نمایش خواند. موشه یالون معاونه، یالون همینه که عرض کردم طرفدار سرسخت حمله نظامی، معاون نتانیاهو گزارش احمدی نژاد را نشانه ضعف و ترس خواند. قبلا میگفتن این
داره بمب میسازه. باید بلافاصله تورم و بیکاری بسیار بالاست و ناآرامی دارد رژیم را تهدید میکند. عرض شود که من نمیرسم همه اینا رو، خیلی امروز به اصطلاح میخواستم بحث های زیادی رو یادآور بکنم به عزیزان که روز سه‌شنبه با اینکه قرار بود من از تعریف کار آغاز بکنم در دنبالی به حساب بحث به حساب اقتصاد سیاسی، یکی از عزیزان نامه مفصلی برای من نوشته و سوالات بسیار پر اهمیتی مطرح کرده که به قول معروف سوالات 6 میلیون دلاریه. و من تصمیم گرفتم روز سه‌شنبه رو یک ساعت رو صرف پاسخ به بعضی از سوالات این عزیز بکنم. سوالاتش در مورد اینه که شما که داری از نظام سرمایه‌داری انتقاد میکنی، آلترناتیوت چیه؟ نگاه کن به روسیه، نگاه کن به چین، نگاه کن به ویتنام، نگاه بکن به اون، به این، آلترناتیوت چیه؟ به نظر من حیاتیه و من کوشش میکنم که سه‌شنبه راجع به این قضیه صحبت بکنم. عرض شود که نمیرسم الان در همین زمینه مقاله مفصلی از آقای دنیس راس در نیویورک تایمز روز چهارشنبه، در واقع 15 فوریه اومده، که عزیزان اگه میخوان به نیویورک تایمز مراجعه بکنن. دنیس راس احتیاج به معرفی نداره، در واقع خود اینها اسمش گذاشتن وکیل مدافع اسرائیل در کاخ سفید. و چرا کاخ سفید؟ در واقع عذرشو خواست و الان مدتیه که بیرون گذاشته شده. در واقع تمام سیاست‌های خاورمیانه بزرگ در حقیقت زیر نظر دنیس راس بود. موقعی که اینو کنارش گذاشتن و از اول سال جدید بیرون رفته ولی سخت مشغول فعالیته، به عزیزان من اون موقع گفتم که دو تا کار کرد که شاید اینا باعث بیرون گذاشت. یکی مسئله سفیر عربستان که یه چیز قلابی وحشتناک از آب در اومد و در واقع آبروی خود حکومت امریکا لطمه زد که این چه چیز باسمه‌ای و کثیفی بود که مطرح کردن، که البته بعضی از وطن فروش ها همین ها هم به اصطلاح پیران عثمان کردن. حتی گزارشی رو که آمانا که به اصطلاح خودش واقعا و عزیزان عرض کردم و تو نیویورک تایمز من نقل قول کردم که در حقیقت قبل از اینکه آمانا آخرین گزارشش راجع به فعالیت‌های اتمی ایران بده، برده بود به کاخ سفید. همین دنیس راس در حقیقت در واقع براش نوشته بود و یا تصحیح کرده بود، طوری که به اصطلاح آماده بکنه برای حمله نظامی به ایران یا به اصطلاح افکار عمومی رو کاملا به اون طرف به اصطلاح سوق بده. اینقدر این زیاده روی کرده بود که به نظر من کاخ سفید در حقیقت، که در حقیقت بخشی از هیئت حاکمه که در هنوز به اصطلاح هستن که مخالف فعلا جنگ علیه ایران هستن، کنارش گذاشتن. حالا جالبه که در نیویورک تایمز 15 فوریه یعنی چند روز پیش مقاله در بخش سرمقالات نیویورک تایمز که من فقط چکیدهشو برای عزیزان اینجا میخونم، میگه که تحریم ها دارن عمل میکنن و کاری هستن. یعنی رژیم، عنوان مقالش چیه؟ ایران آماده مذاکره است. ایران آماده مذاکره است. خود همین عنوان خیلی مهمه. تحریم ها دارن کار میکنن. اینا تمام در برابر نتانیاهوه و به اصطلاح جناح راست به اصطلاح چیز حاکم بر اسرائیل و صهیونیستای خود امریکاست. تحریم ها کاری هستن. این بدون معناست که دیپلماسی میتواند موفق شود. بعد رؤوس چیزایی که مطرح میکنه توی این مقاله نسبتا مفصل، رهبران رژیم قبلا زیر فشار پای مذاکره قبلا اومدن، حالا هم میتونن بیان. نفوذ ایران در منطقه کاهش یافته و منزوی شده. فشار اقتصادی تشدید یافته. موازنه قدرت در منطقه به ضرر ایران تغییر یافته. عربستان پذیرفته کمبود نفت تحریم شده از ایران رو جبران بکنه. یعنی فرضاً اروپا که الان حالا یا قطع بکنه
و یا عرصوت که نخرن عربستان چیز میکنه، اینا همسایه های ما هستن. عرصوت که نفت بعد میگه در تانکرها مانده چرا که خریداران تخفیف میخوان. حالا که ایران زیر فشاره، هر کی میخواد نفت بخره تخفیف میخواه. گندم ها در کشتی ها مانده چرا که فروشندگان پولشون رو میخوان. و اسرائیل حالا بعدش باید به این تحریم های فلج کننده فرصت بده. جوابی داره میده به نتانیاهو. بعد دو تا نکته بسیار پر اهمیت هست که باید دید. واقعا عزیزان به یاد بیارن که قبلا امریکا و به اصلا این پنج به علاوه یک قبلا شرط میذاشتن که پای مذاکره بیان، که باید اول ایران غنی شدن به اصلاح پروسه غنی شدن به اصلاح هسته‌ای رو کنار بذاره، بعد به شرط ها به شروط ها، وگرنه باش مذاکره نمی کنی. الان هم خانم کاترین اشتون و هم به اصلاح خانم هیلری کلینتون که چیز کردن گفتن ما استقبال می کنیم، شرطی نذاشتن. حالا دنیس راس هم داره میگه که ایران میتواند نیروی اتمی غیر نظامی داشته باشد. نکته مهمه. اما نباید سلاح اتمی داشته باشد. یعنی قبول کردن که ایران باید میتونه به غنی کردن به حساب فرضاً همین میله ها رو برای استفاده صلح آمیز درست بکنه. و بنابراین اوکیه به قول معروف. و بعدش دست به تهدید میزنه، میگه که آیت الله خامنه ای باید بالاخره تصمیم بگیرد که کدام گزینه برای حکومتش خطرناکتر است، پایان دادن به هدف دستیابی به بمب اتمی و یا تحمل فشارهای اقتصادی فلج کننده تر و بعدش هم طبیعتا به اصطلاح حمله نظامی. اکنون که ایران دارد از تحریم ها رنج میکشد، فضای مناسبی برای موفقیت در مذاکره به وجود آمده و ماه های آینده نشان خواهد داد که آیا این مذاکرات موفق خواهند شد یا نه. من وقت زیادی بر سر به اصلاح چیز، ولی مجبورم دو تا خبر از لیبی رو برای عزیزان بخونم تا وطن فروشای ستون پنجم امپریالیسم که طرفدار دخالت بشردوستانه از نوع لیبی و از نوع سوریه هستند و هم پالکی های برهان غلیون هستند بدونن که در لیبی چی داره میگذره. این رو از روزنامه کریستین ساینس مانیتور، یه روزنامه دستراستی واقعا، 15 فوریه مال چهارشنبه است. گزارش عفو بین الملل نشون میده که شبه نظامیان لیبی را غیر قابل کنترل مینامند. عفو بین الملل میگه شبه نظامیان غیر قابل کنترل. هفته گذشته رهبران دولت موقت لیبی از دولت نیجر خواستن پسر معمر قذافی را با آنها برای محاکمه تحویل بدهد. گزارش امروز عفو بین الملل نشان می‌دهد که فرستادن هر کس به لیبی امروز برای محاکمه دیوانگی محض خواهد بود. با گذشت بیش از 6 ماه پس از کشتن معمر قذافی نزدیک شهر محل تولدش، شکنجه و کشتار طرفداران و یا مشکوک به طرفداران از او وسیعاً ادامه دارد. سال گذشته موقعی که در لیبی بودم، این گزارشگر خودش در لیبی بوده، افریقایی تبارهایی را با لباس ژنده و بدون کفش دیدم که گفته می شد طرفدار قذافی هستند، در حالی که به نظر من این مسئله صحت نداشت. شبه نظامیان که دولت قذافی را برانداختن و خارج از قدرت دولت کنونی فعالیت می کنند، طبق گزارش عفو بین الملل به طور فزایندهی همچون مافیای محلی وحشی و درندخوی عمل می کنند. قابل توجه وطن فروشا، اونهایی که نامه نوشتن برای اوباما که حتما باید حمله بکنی و بعدش از حمله به لیبی دفاع کردن در همین جنوب کالیفرنیا. حین جنگ و بعد از آن این شبه نظامیان عده زیادی از طرفداران قذافی را که دستگیر کرده بودند به قتل رساندند. تعداد بسیار زیاد دیگری را شکنجه کرده و برای تنبیه دیگران خانه هاشون را ویران کرده و به آتش کشیدند.
عفو بین الملل اکنون گزارش میدهد صدها شبه نظامی مسلح عملا خارج از کنترل هستند. جنگ مسلحانی گروه های مختلف آنها مکررن بین آنها صورت می گیرد و هزاران نفر از مردم به طور غیرقانونی دستگیر شده و توسط این شبه نظامیان به زندان انداخته می شوند. توی زندان ها اون وقت عزیزان هفته گذشته من صحبت کردم که عمر بربش که یک دکترای حقوق بود و نماینده لیبی در پاریس بود چطور 19 ژانویه دستگیرش کردن و روز 20 ژانویه جسدش رو در حالی که جمجمه و مغز و عرض شود که دنده هاش شکسته شده بود بسا جسدش رو تحویل خانواده دادن که چقدر شکنجه شده بود و چطور کشته بودنش. صدها شبه نظامی مسلح عملا خارج از کن جنگ مسلحانه گروه ها به طور غیرقانونی هر شود که پژوهشگران عفو بین الملل شمار زیادی از قربانیان شکنجه شده را در ترابلوس، زاویه، قریان، میسراتا، سیرته در ماهای ژانویه و فوریه دیدند. آنان انواع شکنجه ها را برای اعضای عفو بین الملل شرح دادند. شوک الکتریکی، سوختگی های وسیع، ضرب با زنجیرهای فلزی و زنجیرکن رو بستن. کشور ما اینا میخوان چنین بلایی به سرش ببرن. در سوریه چندین مقاله هست که اگر همین آقای غلیون موفق بشه چنان کشتاری در سوریه توسط القاعده از مسیحیان، از علوی ها، از کرد ها، از اقلیت های دیگه خواهد شد که اصلا قابل مقایسه با لیبی نخواهد بود. دولت اسد باید بیفته منتها به دست مردم و نه وطن فروش ها و نه دشمنان بشریت. رژیم جمهوری اسلامی باید کنار بره و نه به دست وطن فروش های ضد بشر و مشتی گراز وحشی رو به جون کشورمون انداختن. این دیکتاتورها باید به دست مردم کنار برن و نه به دست الان که ناتو اومد و مطابق آمار بیش از 30,000 نفر کشته شدن و کشتار هنوز ادامه داره و شکنجه هنوز ادامه داره در لیبی. آیا دموکراسی و آزادی اومد و آیا همین شورای موقت در حکومت یا نیروهای ویژه امریکا و اسرائیل و فرانسه و انگلیس دارن تمام دانشمندا و افرادی رو که ممکنه در آینده به کمک گرازها و قاتلین و ضد بشرهایی که در خود لیبی هستن همینجوری دارن قلقم میکنن؟ واقعا آقای مصطفی عبدالجلیل قدرتی داره الان و یا گروههای بسیار جنگنده مسلسل به دست در کشور ما؟ فرضاً اگر این وطن فروش ها به قدرت برسن، فرضاً آقای رضا پهلوی به قدرت میرسه و یا سواکی هایی که چنان کینه‌ای نسبت به ملت ما دارن که اصلا خمینی که هیچی، از رواندا هم بدتر خواهد شد کشور ما، از رواندا هم بدتر خواهد شد. حالا بگذاریم از بمباران هایی که بسا اینا از چهار طرف که کشور ما رو محاصره کردن، وطن فروش های ستون پنجم باید بدونن که چه آینده تیر و تار و نابودگری برای کشور ما دارن پیشبینی میکنن، چه پیام تبریک برای آقای غلیون میفرستن و یا برای مصطفی عبدالجلیل. ما این وطن فروش ها رو باید بشناسیم. من فکر میکردم، به غلط فکر میکردم که دولت موقت با دادن قول ثروت عاید شده از نفت خواهد توانست این شبه نظامیان را کنترل کند. همچنین من فکر میکردم این خبرنگار کریستین ساینس مانیتوره که داره میگه ابعاد انتقامگیری بسیار کمتر از این باشد. عفو بین الملل گزارش میدهد که دولت موقت نه اقتداری دارد و نه از نظر سیاسی اراده آن را دارد که شبه نظامیان را کنترل کند. کنترل که از دست رفت اصلا معلوم نیست سرنوشت کشور چه خواهد شد. اینا میان و فرضاً آقای رضا پهلوی رو به جای مثلا خامنه ای میذارن، کشور نابود میشه.
یا مثلا آقای فرزان، آقای همین فرزان، همین آقا، هر کدوم از این وطن فروشا رو که در استکهلم دور هم جمع شدن، و نیز نمیخواهد مسئولیت به اصطلاح مسئولیت کوهی از شواهد مبنی بر خشونت‌های وحشیانه و گستره رو بپذیره. همین آقای به اصطلاح مصطفی عبدالجلیل مسئولیت نمیپذیره، گذاشته به اصطلاح همین وحشیایی به اصطلاح مسلسل به دست تمام به اصطلاح کشور رو به نابودی بکشن، ولی کجا کاملا امنیت داره، جاهایی که مربوط به نفته که زیر نظر مستقیم نیتوست، ناتوه، که به اصطلاح هیچ کس حق ورود نداره برای که جریان نفت ادامه پیدا بکنه و بعد بتونن کنتراتاشون رو ببندن، بعضی کشور رو به اصطلاح به نابودی کشیدن. بعد میگه لااقل 65 نفر در شهر سیرته به قتل رسیدن، تا کنون هیچ کس مسئول شناخته شده، و 30,000 نفر مردم شهر تاورقا از خانه و زندگیشون بیرون رانده شدن و شهر آنها ویران شده است. یه گزارش دیگه از لیبی، زندانیان شهر میسراتا، این عرض شد که اینو از نیویورک تایمز من گرفتم، بله، زندانیان شهر میسراتا شکنجه میشن و از خدمات پزشکی محروم میشن. عزیزان میدونن که من هفته قبل از انتونی شدید برای عزیزان یک گزارش خوندم که در لیبی چی داره میگذره. انتونی شدید از دست ما رفت در مرز سوریه و ترکیه، میگن در اثر آسم، حمله آسم، افتاده زمین و از بین رفت انتونی شدید. عزیزان دقت بکنن که هر خبرنگاری که یک ذره از جاده‌ای که میخوان منحرف بشه چطور یا از بین میره یا الیمینیتش میکنن، کنارش میذارن، از کریس هجز گرفته تا ارسبت استیفن کینزر گرفته تا همینجوری. من خبرنگارای نیویورک تایمز رو که واقعا خوب بودن دیدم که چطور حذفشون کردن. انتونی شدید هم از 43 سالش بود از بین رفت. زندانیان شهر میسراتا شکنجه میشن و از خدمات پزشکی محروم میشن. در نتیجه اعضای پزشکان بدون مرز این شهر را ترک کردن. تیم پزشکان بدون مرز در اوت 2001 در شهر میسراتا شروع به کار کردن تا مجروحین جنگ را در بازداشتگاه معالجه بکنن. از آن زمان تا حال این پزشکان با زندانیانی سر کار داشتن که زخم ها و جراحات آنها نتیجه شکنجه زندانبانان بوده است. بازجویی و شکنجه بیرون بازداشتگاه صورت میگیرد و بعدش اینا رو میارن معالجه میکنن، دوباره میبرنشون زیر شکنجه. هر سبت که من چند خبر از سوریه، من فکر میکنم یک خبر رو لااقل از سوریه برای عزیزان باید بخونم که این ضد بشرها عجیبه که نیویورک تایمز 16 فوریه برای من حیرت آور بود که من دیروز این مقاله رو در نیویورک تایمز میخوندم. تحلیلگران میگویند القاعده با حمله به سوریه میخواهد برای خود جا باز کند. افراطیون سنی از جمله جنگنده های القاعده در عراق احتمالاً مسئول دو انفجار در شهر دمشق در 23 دسامبر و نیز حمله و انفجار در حلب در 6 ژانویه بودند. با شدتگیری خشونت در سوریه، القاعده که در اثر بهار عربی منزوی شده بود کوشش دارد برای خود جا باز کند. این یه اذعان بزرگ واقعا. چند روز پیش مقاله مفصلی در همین نیویورک تایمز بود که چطور اونایی که در ایالت انبار هستن دارن اسلحه میفرستن به سوریه و افرادشون رو دارن به سوریه میفرستن. عزیزان به یاد بیارن که همین هایی رو که هزاران نفرشون رو همین جنرال پیتریوس و اونایی که زیر دستش بودن اجیر کردن، ماهی 300 دلار بهشون میدادن که علیه شیعیان بجنگن، علیه دولت بجنگن، علیه به قول خودشون اونایی دیگه و ساسانی های دیگه بجنگن. همین ها رو الان سازماندهی میکنن در عراق و میفرستشون تو خاک سوریه. اون وقت اگر دولت سوریه بخواد از تمامیت ارضی خودش دفاع بکنه، میگن که قتل عام داره، مردم حمص رو داره، مردم حما رو داره قتل عام میکنه. خب در امریکا در دهه 1960 1970
موقعی که فرزند بخشی از سیاهان، یعنی پلنگان سیاه، چطور اومدن بخشی از فیلادلفیا رو دولت امریکا بمبارون کرد، یا در شهر ویکو در تکساس که یه عده از به اصطلاح اون آقای دیوید کورش که میخواست یه مقدار در برابر دولت به اصطلاح مقاومت کرد چیکار کردن؟ اف بی آی اومد تمام به اصطلاح کلیساشون رو به آتش کشید و در حدود نزدیک به 100 نفر رو سوختشون زغالشون کرد. کسی اگه بخواد نطق بکشه یک ذره در برابر دولت امریکا بیسته، با ما هر کشور دیگه ای بخواد از تمامیت ارزش دفاع بکنه، ببینیم میگه آره داره این قتل عام میکنه، مردم مسالمت آمیز رو داره قتل عام میکنه. القاعده که هر شبت که به نظر میسد که شبکه پیچیده ای در حال جنگ با سوریه هستن، از جمله افراد القاعده عراق. دیگر متخصصین با اون موافقن، این آقای ست جونز اینو داره میگه و دیگر متخصصین با اون موافقن و میگوین افراطیون سنی از عراق وارد سوریه شده علیه اون کشور میجنگن. فقط از عراق؟ از اردن چی؟ که نیروهای ویژه امریکایی و انگلیسی و عرشبه که فرانسوی در اونجا هستن و دارن تعلیم میبینن که از اردن وارد سوریه بشن. از لبنان چی؟ که در رأسشون آقای عرشبه که همون کسی که به اصطلاح چیز شد سعد عرشبه که به اصطلاح اونا دارن به اصطلاح توطئه میکنن که از لبنان به اصطلاح جنگنده ها رو بفرستن و خلاصه سوریه رو از پا در بیارن. امروز من میخواستم عرشبت که راجع به وضعیت خود این کشورهایی که میخوان از پا در بیارن، علت این چیه؟ فقط من یه خبر از پرتغال برای عزیزان میخونم که ببینید در اروپا چی میگذره و از امریکا میخواستم مقاله مفصلی رو که عرشبت آقای ستیفن لندمن در progressiveradionetwork.com progressiveradionetwork که چطور به اصطلاح خود این کشورها به طرف فاشیسم دارن میرن. من فقط چون یکی دو دقیقه بیشتر وقت نیست، فقط یه نقل قول از نوم چامسکی که توی همین مقاله اومده برای عزیزان میخونم، نمیرسم راجع به اروپا صحبت بکنم. مشخصاتی را اسم میبره توی این مقاله که اصلا یک کشور پلیسی فاشیستی چه مشخصاتی داره. بعد میگه که همه این مشخصات اکنون میتوان در امریکا یافت و فقط در اسم دموکراسی خوانده میشود. بعد نوم چامسکی در یکی از سخنرانی های سال 2010 خود میگوید سن من طوریست که هنوز بعضی از نطقهای رادیویی هیتلر را به یاد دارم و هنوز خاطره بافت اجتماعی آلمان و رقص و پایکوبی جمعیت برای او را فراموش نکردم و احساس ترس من از وجود ابرهای سیاه فاشیسم است که در این کشور یعنی امریکا دارند هرچه متراکمتر می شوند. ادامه میده نوم چامسکی. در آن زمان دولت وایمار اوج تمدن غرب و نمونه و نماد دموکراسی بود. اوضاع با سرعتی میتواند عوض شود. اوضاع با چه سرعتی میتواند عوض شود؟ امریکا رو داره میگه. در 1928 نازی‌ها فقط 2% آرا را داشتند. در 1930 فقط 2 سال بعدش به دلیل سختی اوضاع میلیون‌ها نفر به دنبال هیتلر افتادند. آنها تسلیم شعارهای ناسیونالیستی آلمان بزرگ، عظمت آلمان و محافظت آلمان در برابر خطر دشمنان خارجی و به یاری و خواست باری تعالی شدن، یعنی زمینه‌های در واقع مذهبی هم بهش دادن که الان دارن میدن. پژواک آن روزهای آلمان اکنون در این کشور به گوش میرسد. اینها درس‌هایی است که ما باید به یاد داشته باشیم، به ویژه این که اکنون به نظامیان اجازه داده شده شهروندان این کشور را دستگیر و بدون اتهام و محاکمه به زندان‌های نامعلوم بفرستند. عزیزان وقت من تمامه. راسخ جان خیلی ممنون. برنامه 9 شب تکرار میشه و بعد در تلویزیون مردم تیوی خواهد رفت که اخیراً هک شده. تا
تمام برنامه های من در 3 ماه گذشته در مردم تیوی هک شده، همینطور که ایمیل های من چند پیش هک شد. و ولی امید ما اینه که دوباره اینا به اصطلاح بتونه ریکاور، یعنی به اصطلاح بشه ترمیمش کرد و دوباره به اصطلاح تلویزیون مردم بیاره، برای اینکه در دانشجو تیوی هم همینجوری شده. یعنی تمام صحبت های 3 ماهه گذشته من، برنامه ها تمام به اصطلاح از بین رفته و هک شده. امیدمون اینه که نمیتونن ما رو ساکت بکنن، هر کاری که بکنن نمیتونن ساکت بکنن. بنابراین این برنامه باز در تلویزیون مردم تیوی خواهد رفت و البته این برنامه هر روز نشون داده میشه، من گفتم گهگاه، هر روز نشون داده میشه و همچنین به تلویزیون دانشجو تیوی خواهد رفت. و من تا سه‌شنبه با عزیزان خداحافظی میکنم که سه‌شنبه همینطور که عرض کردم به سوالات 6 میلیون دلاری که یکی از بینندگان این برنامه کرده پاسخ بدم. تا سه‌شنبه ساعت 9 صبح با عزیزان خداحافظی میکنم. روز و شب عزیزان خوش.